سلام، امروز 8 تن از نامزدانی که در اخیر توسط کمیسیون مستقل انتخابات پیروز اعلام شدند در حال مراسم تالیف را انجام دادند که پلیس ضد شورش مجلس را در کنترل داشت. در این برنامه گزارش، گفتگو با مهمانان برنامه، نظریات شهروندان بر رئیس جمهور و نظریات شما روی صفحه فیسبوک و همچنان تماس‌های مستقیم شما را داریم. ولی در نخست رامش آرمان با جزئیات تحولات مجلس را پیگیری کرد. بالاخره حکومت 9 تن را وارد مجلس ساخت، اما با توسل به زور نظامی. 8 تن از 9 چهره ای که در نتیجه اخیر فیصله کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام شدند، صبح روز شنبه با تدابیر شدید امنیتی وارد مجلس شدند و سوگند وفاداری یاد کردند. با کمال ایمانداری و صداقت وظایف خیش را انجام دهند. اما در بیرون نیروهای امنیتی مانع از ورود اعضای ائتلاف حمایت از قانون به شمول 9 عضو سلب اعتماد شده به مجلس شدند. احمد بهزاد معاون دوم مجلس میگوید که رئیس جمهور کرزی رئیس مجلس را تهدید کرد تا این کار را انجام دهد. رئیس مجلس نیز گفت که عواقب این کار را نمیپذیرد. جلسه در دفتر رئیس مجلس برگزار شد. جناب آقای کرزی تماس تلفنی داشت با آقای رئیس و از طریق بلنگوی گوشی تلفن اعضای هیئت اداری در جریان صحبت‌های آقای کرزی قرار گرفتند. آقای کرزی رئیس مجلس را تهدید کرد و با الفاظ شدید اللحن اعلام کرد که این حرف آخر هست و ما از هر وسیله برای تطبیق حکم خود استفاده خواهیم کرد. اعلان عواقب ما بعد به عهده هیئت اداری نیست. عواقب ما بعد جانب حکومت میشه و بالاخره اینوی شورا میشه در کل. نمایندگان خشمگین بیرون مجلس با انتقاد تند حکومت را متهم به کودتای نظامی علیه مجلس کردند و نیز خواهان خروج نماینده ویژه سازمان ملل از افغانستان شدند. هر اگر چاچه د خپل ملت په برابر ټنګ را وېستي موږ بیرته هغه خلک ولیدل چې د زندان په پنجرو کې د ملت په مقابل کې وکازانو ته جواب دی. ما کسای نیستیم که با جبر و فشار و تعدید رئیس جمهور با اساکرش با تمام نیروهای امنیتیش یک جای ما تسلیم شویم. در این جهت حق کسایی تلف شده که هیچ گاهی نه کمیسیون خود انتخابات در نتایج ابتدادی، نه محکمه و نه کمیسیون شکایات به اینا مشکل داشته. دو ملل متحد مشر بان کی‌مون نه په عاجل ډول دا غوښتن که غوښتنه کوو څومره چې په تیزۍ کیدلی شي دومسترا د افغانستان نه خارج کړئ. جامعه جهانی با ملت افغانستان دروغ گفته، ملل متحد دروغ گفته، مرگ به دومسترا دروغ گفته. جنجال های انتخاباتی نزدیک به یک سال می شود که ادامه دارد، هرچند در نخست نماینده ویژه سازمان ملل حمایت قاطعش را از موقف مجلس نمایندگان اعلام داشت، اما بعدها رفته رفته تن به خواست رئیس جمهور کرزی داد. حالا پرسش این است که با ادامه چنین وضعیت آیا می شود آینده دموکراسی را در این کشور بهتر دید؟ کشوری که خارج از این کشمکش دغدغه های دیگری نیز دارد. در ناامنی، فساد اداری و تولید مواد مخدر سرآمد روزگار خود است و نیز اخیراً 25,000 سربازش از ارتش ملی فرار کرده است. حال چی گونه به این نظام چشم امید بست؟ رامش آرمان، تلویزیون 1. بیننده آماج بگونه زنده از تلویزیون 1 هستین. من جاوید جرأت گرداننده این بحث هستم. مهمانان من محمد لاله امیدزه عضو ائتلاف حمایت از قانون در مجلس و همچنان سارنوال عبدالرؤوف عضو مجلس نمایندگان که امروز تالیف یاد کردن. به بحث ما خوش آمدین آقای امیدزه. با شما آغاز میکنیم، اگر امروز داخل مجلس میشدین آیا واقعا بالایتان چلیک میشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که هیلی او سلامون در یک تلویزیون طول و کارکون کتا او در یک تلویزیون اغا طول و لیدون کتا رشتی هم نن روز تاسو شایدانی است، اخبال طول ملت هم شایدی، میڈیا هم ال توزور درلو دی د حکومت د طرف سه یو کوتاتا صورت ونیوی پر ولسی جرگه بندی چی دا د ولس د هستاز و کور دی
پر دې باندې کوتاتای وکړه چې د افغانستان په تاریخ کې د اندل راتلونکو نسلو په تاریخ کې به دغه کوتاتا یو تاریخي کوتاتای چې د ولس پر وړاندې دا کوتاتا سوی ده. در اوسه فکر نه کوم چې په اسم مملکت کې د یو دغسې کوتاتا سوي. هغه خبرې ته به وروسته راوګرځېږو چې دوی د ملي اردو ملي پولیسو ځواکونه هلته په سلهاو راوستلي ول د وکیلانو یوازې هغه نه نفره نه بلکې د قانون څخه د ملاتړ د ایتلاف د ټولو غړو مخنیوی وکړي په دې شکل باندې چې هغه داخل تالار ته ولاړ شي دا د طالب موضوع به اجرا نه شي. تاسو وګورئ د اولې ورځې څه چې انتخابات درسره سوي دي د رئیس جمهور هغه خلک چې د لستونه جوړول بالخصوص زه د کندهار پر مورید به درته ووایم چې په کندهار کې دوی لستونه جوړ کړي وو چې دا به اتمن کانیه به کېږي هغه لاره ولسي جرګې ته نه که پیدا. نو داسې په بار بار باندې راله نتایج اعلان شوله چې دوستان په نتایجو کې برنده اعلان شول. وروسته در هغه د معنوي راغوښتئ هغه ته د معاملهګرۍ خبرې ورسره وکړې خو هغه نه ومنله. وروسته خاص غیر قانوني محکمه یې ورته جوړه کړه. وروسته در هغه چې محکمې هغه د دو شپېتو وکیلانو په مورد کې غیر قانوني اعلان وکړي وروسته در هغه خو هغه نه ومنل سو بل کمیسیونې جوړ کړي. به شما برمیگردیم. آقای سیامک هیروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روی خط هستند. سلام آقای هیروی. سلام، من خدمت شما عرض می‌کنم. به برنامه آماج خوش آمدین. نخستین پرسش ما این است که تماس رئیس جمهور با رئیس مجلس نمایندگان شما میپذیرین؟ خب من به جریان نیستم، ممکن تماس صورت گرفته باشه، اما به او کلمات و او الفاظی که آقای بهزاد یاد میکردن به هیچ وجهی تماس نبوده. فقط صبح وقت اطلاع رسید که یک تعداد از اعضای پارلمان به خاطر اختشاش و به خاطر به تمنیل و برانکشانیدن پارلمان میخوان مسلح داخل پارلمان شوند. ممکن است این تماس با رئیس پارلمان صورت گرفته. یعنی شما فکر میکنین که ریاست جمهوری و رئیس پارلمان حکم کرده که نتایج اعلام شود و از طرف دیگه برای مسئله حکم نیست، اینجا مسئله تنفیذ قانون است. رئیس جمهور وقت تمام صلاحیت تصمیم گیری را در مورد اعضای معترض انتخابات و کسایی که طی یک پروسه از سوی قضا یا برنده اعلام شدن، این صلاحیت تصمیم گیری را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد و کمیسیون مستقل انتخابات هم چند بعد از غور و بررسی 9 نفر از اعضا پیروز اعلام کرد، که از جمله 7 نفر از کسایی بودند که از طرف قضا برنده اعلام شده بودند. رئیس جمهور این فیصله را با آنکه مشکلاتی هم داشت و آنچه قضا فیصله کرده بود رعایت نشد، اما به خاطر مسائل اولیای کشور فیصله پذیرفت و بعداً وقتی فیصله پذیرفته شد از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، بعداً قضیه میرفت به معول شد به نادهای تنفیذ قانون، که از این جمله یکی هم وزارت داخله است و دیگه برخی نهادها است که این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات باید تطبیق میکردن. نمایندگان آقای ایروی، نمایندگان مردم ادعا دارند در مجلس و اعضای ائتلاف حمایت از قانون مشخصا ادعا دارند که کودتا علیه مجلس صورت گرفته. حضور پلیس ضد شورش در مجلس چه معنا دارد؟